هشت عمل که باعث پاک شدن مؤمنین از گناهان می‌گردد. اصولاً در جوامع بسیار به طهارت ظاهری اهمیت داده می‌شود، چرا که دارا بودن ظاهری آراسته در نظر بعضی از افراد ارجحیت دارد بر باطن و از این رو از طهارت و پاک بودن نفس خود غافل می‌گردند. جالب اینجاست بدانید که با اعمالی که گاه از سوی خدا و گاه از سوی بندگان انجام میپذیرد میتوان باطن خود را به سهولت طیب و طاهر نمود. سلام، با یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک کنید. یک، مکافات دنیوی. یکی از راه‌های مهمی که گاه از سوی خداوند متعال بر بندگانش عرضه می‌گردد تا از گناهان خود پاک شوند، کیفر بندگان در دنیا است. به نحوی که امام صادق علیه السلام در این باره می‌فرمایند: وقتی خداوند خیر بنده‌ای را بخواهد، مکافات عمل او را در دنیا نزدیک می‌گرداند و چون بدی بنده‌ای را بخواهد، گناهانش را نگه می‌دارد تا در روز قیامت به آنها رسیدگی کند. همچنین این مکافات ممکن است به شیوه های مختلف و با نزول بلاهای گوناگون حادث شود و از این رو رسول اکرم می فرمایند مؤمن هنگامی که با گناه باشد به فقر مبتلا می شود، پس اگر همان کفاره گناهانش شد فبها و الا به مرض و بیماری مبتلا می گردد، پس اگر همان کفاره گناهانش گردید فبها و الا به ترس از حاکمی که در طلب او براید مبتلا می شود، پس اگر آن کفاره گناه وی شد فبها و الا در هنگام مرگ و وی سخت گرفته می شود تا اینکه خداوند را ملاقات می کند و هیچ گناهی که بر او ادعا شود نداشته باشد، فارغ از گناه باشد، پس از وی درخواست می شود که به سوی بهشت رهسپار گردد. دو، اعمال نیک. اعمال شایسته نیز می تواند کفاره کردار و گناهان انسان در نزد خداوند متعال باشد، به نحوی که در سوره هود آیه 14 آمده است که حسنات و کارهای نیک می تواند عاملی برای از بین بردن سیئات و گناهان باشد و از همین جهت رسول خدا می فرمایند وقتی گناهی مرتکب شدی کار نیکی انجام بده تا گناهت محو گردد. سه، اخلاق نیک. عامل دیگر به عنوان تطهیر کنندگی باطن مؤمنین از گناه اخلاق شایسته می باشد، به نحوی که پیامبر تعدادی از مصادیق اخلاق نیک را که موجب از بین رفتن گناه می گردد چنین بیان فرمودند: چهار چیز در هر کس باشد ولو از سر تا پایش گناه باشد، خداوند همه را به حسنات تبدیل می کند و آنها عبارتند از راستگویی، حیا، نیک خلقی و شکر نعمت. چهارم، یاری مظلوم. چهارمین عامل آمرزش گناهان بنابر روایات یاری رساندن و رفع گرفتاری از مظلومین می باشد، به نحوی که امیرالمومنین امام علی علیه السلام در این باره می فرمایند از کفاره گناهان بزرگ فریاد رسی به انسان اندوهگین و از بین بردن غم از محموم یعنی انسان اندوهگین می باشد. پنج، سجده فراوان. در این باره نقل شده است که شخصی نزد رسول خدا عرض کرد: یا رسول الله، گناهانم بسیار و عملم اندک است. حضرت به وی فرمودند بر سجدت بیفزای که همانا آن گناه را از بین میبرد، چون باد که برگ درختان را فرو میریزد. شش، صلوات بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان ایشان.
ذکر صلوات علاوه بر اینکه دارای حسنات بسیاری می باشد، یکی از عوامل از بین بردن گناهان نیز محسوب می گردد. به نحوی که از ائمه اطهار علیهم السلام نقل شده است که کسی که قادر نیست به چیزی کفاره گناهانش را بدهد، صلوات بر محمد و آل ایشان بفرستد و به درستی که این کار گناهانش را به طور کلی و تماما نابود می نماید. عفو، استغفار. استغفار و طلب بخشش از خداوند نیز می تواند عاملی برای بخشش گناهان باشد و از این رو حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر دردی دوایی دارد و دوا و درمان گناه استغفار است. 8. مرگ. بی تردید بر اساس آنچه در روایات ذکر شده است، مرگ و شیوه آن می تواند کفاره گناهان انسانی در دنیا محسوب گردد. به نحوی که پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در این باره می فرمایند مرگ کفاره گناه مؤمنین است. 네, این بود ویدیوی امروز من. برای ویدیوهای بیشتر نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهید تا از ویدیوهای بعدی ما آگاه شوین. و برای حمایت از ما کافی است ویدیوی ما را لایک و شیر کنید. نظریات زیبایتان را هم می توانید در بخش کامنت بنویسید. خدا نگهدار شما.